کردم تا نقش شرکت کنندگان در انقلاب رو که میخواستن قدرت رو قبضه کنن. حالا در حال حاضر اونها هم نیستن، یک تحولی کرده این رژیم و به این ترتیب در آمده که از سه پایه‌ای که ساختمان دولت در ایران برش استوار بود، سپاه داخلی، سلطنت و بزرگ مالکی در روستاها و ساخت بازار در تهران و روحانیت، به یه پایه خارجی که روابط مسلط زیر سلطه با غرب می بود، در انقلاب در دوره شاه سابق اون پایه فئودالیته و بزرگ مالکی و بازار از بین رفت. اقتصاد مصرف محور متکی به واردات، متکی به درآمد نفت و غذاهای خارجی جاش گرفت. ما یه پایه، دو پایه، اون دو پایه هم در نزاع شدن، سلطنت با روحانیت. در این نزاع سلطنت شکست خورد، موند یه پایه. با یه پایه همین الان هم که داریم بحث میکنیم، حرفی که امسال آقای مهندس صحابی ابراز میکنند و بی‌مبنا نیست، این است که میگن که خب این یه پایه را هم ما خراب بکنیم، دولت بر چی استوار میشه؟ دولت بی پایه یعنی مثل مساوی میشه با نبود دولت و جامعه به اصطلاح میفته دست گروه های مسلحی که وضعیتی درست میکنن بدتر از افغانستان. خب ایران این گفتم بی مبنا نیست ترسی که ایجاد میکنن، اما این وضعیت در جامعه های دیگر هم شده. مثلا در فرانسه قبل از انقلاب کبیر، انقلاب کبیر فرانسه، و همین قدرت همینجوری بود، دولت بر سلطنت بود و کلیسا بود و فئودالیته، سپاه داخلی، پای خارجیش هم که روابط قوا بود با کشورهای دیگه. جامعه فرانسوی اون پایه ها رو برداشت، خود جامعه شد پایه اساسی استوار برای یک دولت حقوق مدار. که در ایران باید همین کار کرد، ولی اگر ما بخوایم این مردم رو به کار حساب نیاریم و این مثلا حاکمیت ملی رو برقرار نکنیم، با یه دولتی خواهیم داشت یه پایه دائم متزلزل استبدادی و باج دهنده به دنیای خارج. این کشور رو در فقر سیاه نگه میداره و همطور که میبینید روز به روز هم وضعیت مردم بدتر خواهد شد. جناب بنی، قابل دوام نیست، بی خود آدم نباید خودشو با یه ترسی مردم بترسونه و یه چیزی قابل نگه داشتن نیست و بخواد با ترس نگه بداره، از ترس این که اگر این نباشد خب بس این ملت چه کاره است؟ اگر اون نشد مردم، همین ترس اون روز هم بود خوردادش هست. حالا اون روز یه مبنایی داشت، لازم گفتم ایران در جنگ بود، هنوز هم اول کار بود، تجربه هم نشده بود، اما الان بعد تجربه است. جامعه که الان هفت ماه در جنبش هست تا حالا هم به خشونت نگراییده، امیدوارم که از این به بعد هم به خشونت نگراید، خود این میگوید که فرهنگ دموکراسی و آزادی رو پیدا کرده. یک فرق دیگه هم هست که شما در سوالتون آوردید، اون زمان خشونت، اول این دقیق کنیم، اون خشونت رو مجاهدین خلق نبودن که در کار آوردن، با توجه به موضع من نسبت به این سازمان که از زمانی که نرفتم به عراق من اینها رو خائن به ایران میدانم، این به کنار، اما حقیقت رو باید گفت، اینها آمادن بودن که اسلحه خودشون رو تحویل بدن،
به آقای خمینی نامه نوشتم که شما تعمین به ما بدید، امکان فعالیت سیاسی رو برای ما تضمین بکنید، ما اصلاح رو تحویل میدید. اون آقا نداد. خود من بهش نامه نوشتم، قید از اینکه حضوران هم باید صحبت کردم، آقا تعمین بده، بذار این کشور از خشونت بیا بیرون. اما شما میدونید که استبداد بدون خشونت که نمیشه برقرار کرد، خشونت هم بهانه میخواد. این از که اون سازمان های کرد آماده بودن که اسلحه‌شون رو بدن تضمین و امنیت بگیرن، مجاهدین خلق هم آماده بودن، ایشون امتناع کرد. در هر دو اینا در کتاب نامه ها شما این نامه ها موجوده، میتونید مراجعه کنید. آقای خمینی قبول نکرد که به اینها تضمین و تضمین بده، بنابرای قانون اساسی این تضمین رو ایشون باید میداد. خدمت شما برای حالا این از این به بعدش، بعد یک گیری اون سازمان داره، یک تخصیلی داره، برای اینکه قرار بر این بود که به سلام مقابله مسلحانه وقتی انجام بگیره که قوای مسلح دولتی مثلا به یه خانه حمله ببرن و اعضای اون تیمی رو مثلا فرض کنید که در معرض جانشون در معرض تهدید قرار بگیره، در معرض این قرار بگیره که دستگیر و اعدام بشن. در این گونه موارد حق دفاع قبول شده بود، اما این بعد تبدیل شدن به یک روش مبارزه بیفرجام و این خطا بود. حالا اون وضعیت نیست، یعنی در داخل کشور خوشبختانه سازمان های مسلحی هم که بودن الان به این نتیجه رسیدن که راه حل مبارزه سیاسی است. لااقل در ظاهر این رو میگویند، مثلا همین مجاهدین خلق این رو میگویند، هم کومله‌ای را میگوید. حالا از موضع حزب دموکرات ندارم دقیق اطلاع ندارم که او هم بر این خطورت یا خیر، ولی اون روز اینجور نبود. این تفاوت اساسی رو داره. حالا که اینجوره، اگر مردم رو ما نترسونیم، به عکس اون چه که لازمه این هست که مردمی تکیگاه دولت حقوق مدار بشوند رو با مردم در میان بگذاریم، یکی از اونها پرهیز از خشونت، نه تنها به این دلیل که مانع از این سرکوب رژیم میشود، شدید رژیم میشود که نمیشود، چون قدرت کار خود چه میکنه، چه شما جلوش بیستی چه نیستی. مگر اینا که الان برد زندان محکوم کرده پس به عمل خشونت آمیز زده بودن. اتفاقا یکی از سوالهای من اینه، میبخشین که بیانی کلامتون، یکی از سوالهای من همینه. ببینید وقتی سیستم مینیم این از این 1000 نفری که وزارت اطلاعات دستگیر کرد تو این جریانات اخیر، هیچ کدومشون همه‌شون معتقد به عدم خشونت بودن. تمام روزنامه‌نگارا، حتی سران نهضت مثل آقای توسلی، مثل آقای یزدی، تمام روزنامه‌نگارا، هر شخصیتی رو گرفتن، اینا همه‌شون معتقد به عدم خشونت بودن و اینا رو دستگیر کردن. درسته؟ ولی برای اینکه این طور قدرت بنابر نیاز خودش عمل میکنه، نه بنابر نوع رفتار مخالفش. اون نیاز داره برای اینکه به اصطلاح ایجاد روب و وحشت، یکی یأس خصوصا از اینکه این جنبش بی‌فرجام، دوتا، و اختلاف انداختن، سه تا. اینا رو بهش احتیاج داره، اینا باید بکنه. اصلا قدرت کارش مکانیزمش تقسیم به دو، حضب یکی از دوست، همطور که شما در سوالتون بود، از اول انقلاب اینا کارشون این بوده که تقسیم به دو کنن، یکی از دوتا رو حذف کنن. تا امروز هم همین ادامه دادن. این کار قدرت میکنه، چه اونی که باید حذف بشود کار فعالیت سیاسی بکنه، حتی چه نکند. مثلا اینا که در دولت آقای خاتمی در کار بودن، حتی کارهای اداری داشتن حذف شدن، اینا که سیاسی هم نبودن، ولی قدرت این کارشه. باید مثلا غیر از این مکانیزم اگر این رو از دست بده، به عنوان قدرت منحل میشه. دقیقا درسته، چون خود آقای محسن رضایی که در حقیقت خط سوم میخواد نشون بده که خط سوم
یک نامه نوشت.